به نام الله مهرورز مهرگستر و با عرض سلام خدمت شما عزیزان بیننده، الله متعال و شکر و سپاس میگیم که توفیق دوباره پیدا کردیم تا با برنامه عظمت نبوت در خدمت شما عزیزان محترم باشیم و سلام و درود میفرستیم بر بنده و فرستادهش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر یاران گرامی ایشان و تمام رهروان آنها. در برنامه این هفته عظمت نبوت ما به یکی از ازدواج‌های مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌پردازیم، ازدواجی که پیامدهای بسیار خوب و زیبایی برای مسلمین داشت و اینکه ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین جویریه. اما ام المؤمنین جویریه کی بود که ازدواج با ایشون باعث شد که این همه خیر و برکت نصیب امت اسلامی بشه؟ ما به این خواهیم پرداخت و همچنین اهداف دیگر ازدواج‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بیان خواهیم کرد که و اینکه چگونه هر یکی از این ازدواج‌ها به مانند این ازدواج دارای اهداف و مقاصدی بود و درس‌ها و عبرت‌هایی که میشه از ازدواج‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفت. و عرض سلام داریم خدمت استاد مولای عزیز و گرامی. استاد مولای خیلی خوش آمدید. ممنونم استاد عثمانی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على المبعوث رحمتا للعالمین سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد الامین وعلى آله وصحابته والتابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. عرض ادب متقابل دارم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی نور و در خدمتتون هستم. خیلی خیلی خوش آمدید استاد مولای گرامی. و ما چون در مورد غزوه بنی مصطلق قبلا صحبت کردیم، بله، اما واقعی که در این غزوه منجر به، حالا بگیم خود غزوه، چون در این غزوه بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این غزوه با ام المؤمنین جویریه ازدواج کرد، این زمینه چگونه به وجود اومد که منجر به ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین جویریه شد؟ نیا کنید، در تاریخ بشر دو نکته به هم آمیخته است، یکی روابط تجاری و یکی جنگ و صلح‌ها. بله، گریزی از این نیست. ملت ها بخواهند نخواهند باید با هم دیگه داد و ستد و معامله داشته باشن، رفت آمد داشته باشن، از خیرات هم دیگه استفاده کنن و اگر اختلافی هم پیش اومد و احتمال این وجود داشت که به همدیگر شبیخون بزنن، این مفری از اون هم نیست و جنگ ها داره پیش میاد. در طول تاریخ جنگ های متعددی بشریت رو تهدید کرده، جامعه بشریت. و اون چیزی که فرق متمایز و شاخص بزرگ بین اسلام و سایر مکاتب بشری دیگر هست، ارزش‌هایی است که در این عرصه قابل توجه است. حالا بحث داد و ستدها رو بذاریم برای زمانی که ما به بحثی همچنان خواهیم رسید ان شاءالله در بحث سیرت و عظمت نبوت. بله، ولی عموما در مرحله غزوات یا جنگ ها رسول الله علیه السلام نهایت دقت را اعمال می کرده تا اینکه بتونه کمترین خسارت ها را و بیشترین فایده ها را برای افراد، چه در صف خودش چه در صف مقابل، به همراه داشته باشه، به دست بیاره. با کمترین خسارت های جانی مالی بتونه به هدف برسه، با کمترین هزینه، با کمتر هزینه. در غزوه بنی مصطلق یا غزوه مریسی که در سال پنجم پیش اومد، آنچنان که مورخین میگن، واقعی میگه 200 خانوار جزء اسرا بودن، یعنی غالب اهل بنی مصطلق جزء اسرا بودن. این روایت شاید کمی درش مبالغه باشد. بله، به همین خاطر ابن اسحاق رحمت الله علیه در طبقاتش مینویسه 100 خانوار بیشتر نبودن و زرقانی که بعدها میاد تصحیح میکنه و تحقیق میکنه میگه این 100 خانوار یا 200 خانوار فرقی نداره، اون چی که هست به عدد حوالی 700 نفر بودن. تعداد زیادی بودن، 700 نفر به ازای هر خانواده تقریبا میانگین 7 نفر. بله، 700 نفر عدد بزرگیه، یک روستا به تمام و کمال هست.
در نظر بگیرید امروز. بله. خب این 700 نفر اسرا بودن، مردان جنگی درشون بود، زنان درشون بود، میانشون بودن، کودکان بودن، پیرزن بود، پیرمرد بود، همه رو جمع کرده بودن، با خودشون آورده بودن. بله. خب اونا دشمن تلقی میشدن به خاطر اینکه در صف مقابل بودن. همراه اونها نزدیک به 2000 نفر شتر بود، 5000 گوسفند. اینها در روایت ها که در میاد عدد خیلی بزرگی، یک روستا به تمام و کمال. بله. خب بس اینجاست که این در حد ذات خودش یک شکستی به تمام معنا برای قبیله بود که برای خودش هویت داشت. بله. در جامعه جاهلی اون روز یه جایگاهی داشت، یه حلفایی داشت، یه روابط اجتماعی داشت که شناخته شده تحت شعاع قرار می گرفت. این ضربه را برای اون قبیله خود حارس که رئیس بنی مسلق بود با تعدادی از جنگجویان که فراری متواری شدند. بله. ولی عمدتا بقیه از جزء اسرای جنگی شدند. رهنمودهای پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که در برخورد با اسرا با اوج کمال ارزش‌های انسانی برخورد می‌کردند. حق ضرب و شتم به اسیر نداشتند. تنها مرده که بود شاید دستشو می‌بستن به خاطر اینکه چیکار نکنه فرار نکنه. اما از آب و آذوقه‌ای که خودشون سهمیه خودشون بود به اسیر هم میدادن. همون سهمیه به همون مقدار. اجازه استفاده از امکانات شخصی حتی بهشون میدادن. اگر اسیر را میگرفتن میآوردن داخل خونه، اتاقی را بهش میدادن که اتاق مهمان بود. بله. نمیبردنش داخل یک به اصطلاح زاغه بندازنش که نه فراش داشته باشد، نه آب داشته باشه، نه خوراک داشته باشه، نخر. در اتاقی ازش به اصطلاح نگهبانی میدادن یا حبسش میکردن که اتاق مهمان بود. فقط این که باید کرامت انسانی حفظ بشه، یعنی اونو یکی مثل خودشون میدونست، مثل خودشون، ولی در حد اسارت بود به خاطر اینکه باید میدونستن چطور باید باید اون برخورد بشه. بله. این تا اینجا یه قضیه. با این حال وقتی این عدد پیامبر صلی الله علیه و سلم، این عدد بزرگ اسارت رو در تاریخ اسلام تا اون زمان نده بود، تا اون زمان این عدد این همه اسیر نگرفته بودن مسلمان ها، باید چی کار میکردن؟ فتنه بزرگی بود برای نگه داشتنش، برای حل مشکلاتشون. در بین اونها شریف بود، دنی بود، در بین اونها فقیر بود، غنی بود، الاخرین. بله. در بین اونها دختر بزرگ قبیله بن مصطلق جبیریه بنت حارث بود. بله. که این سبب و اصل ماجرا را عوض کرد، کلید قضیه اینجا کلید خیر شد، سبب خیر شد. بله. به همین خاطر یکی از دعاهای رسول الله علیه السلام که اللهم اجعلنی مفاتیحا للخیر مغالقا للشر، خدایا مرا کلید درهای خیر قرار بده. بله. و قفل درهای شر. و در روایت دیگر مردمانی هستن که خداوند اونها را کلید خیر قرار داده و قفل شر. و این یکی از بهترین دعاهاست. خدایا انسانی باشیم که همیشه دست خیر داشته باشیم نه دست شر. بله. خب جبیریه در رضی الله تعالی عنها خب مسلمان شده بود تا اون زمان، اومد در وقتی که خب به هر حال رسول الله علیه السلام طبق یک سیستمی، طبق یک نظامی که املا شده بود بر جیش اسلامی عمل میکرد، یعنی تصرف های شخصی نمیکرد در اون قضیه. بله. بعد از اون ماجراهایی که در غزوه بنی مصطلق پیش اومد و در خواهی گذشته گفتیم، به مدینه اومدن، رسول الله اجازه داد به فرماندهان جنگی تا اینکه بنابر مصلحتی که میبینن افراد را تقسیم کنن بین جنگجویان. تقسیم شدن، همه تقسیم شدن. جبیر سهمیه یکی از بزرگان صحابه بود، قیس بن شماس. بله. و اینا باید کنیز میشدن، باید برده می شدن. بله. ولی جبیری عقلی به خودش کرد و اومد خدمت رسول الله علیه و سلام. صلی الله علیه و سلام. گفت یا رسول الله منو می شناسی؟ گفت نه. گفت من دختر حارث بن ابی ضرار هستم. ابی ضرار رئیس قبیله. رئیس قبیله مصطلق. شایسته نیست من اسیر و کنیز باشم. در شأن من نیست. کمکم کنید من آزاد بشم.
من برگردم، من این شخصیت من اجازه نمیده. بله رسول الله فهمید که خب این به هر حال یه بُعد انسانی داره. خب بله. شخصیت های شریف ممکن در هر چه مواردی خودکشی کنن، بله یعنی یک گناه سنگین تر گردن مسلمان ها بیفته، به جای نگهداریشون، به جای هدایتشون، به جای ارشادشون. اینجا بود که رسول الله علیه السلام پیشنهاد داد خب بهتر از این من ممکن کمک مالی بکنم خودتو آزاد کنی، ولی رسول الله در عقلش اینه که این شخص بازم کافر میموند، بازم مشرک میمونه. بله گفت که من کمکت میکنم به یک شرط، آزاد شو ولی با خودم ازدواج کن. بله جوهری دنبال همجور فرصتی بود، ولی رسول الله علیه السلام مسلما از اون خواست که مسلمان بشه، مسلمان شد، مؤمن شد، یکی از بهترین زنان پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. صلی الله علیه وسلم به محض این که این قضیه پیچید در مدینه، تمام اهل مدینه اسرایشون رو آزاد کردن، همه بدون استثناء. بله. حتی اون اموال به میمنت این خیشاوندی، خیشاوندی بله، تا فهمیدن که رسول الله علیه السلام جویریه را آزاد دستور کرده که آزاد بشه و باش ازدواج کنه، تمام اصحاب رسول الله علیه السلام صلی الله علیه و سلم به میمنت این مصاهره، این پیمان خیشاوندی، این پیمان خیشاوندی بله. شایسته نمیدونن که خیشاوندان همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اسارت اونها باشه، در اسارت اونها باشه، کنیز اونها باشه، غلام اونها باشه، برده اونها باشه. این شایسته نمیدیدن. بله ننگ میدونستن به احترام رسول الله علیه و سلم که شده هم جواب کردن همه شنو آزاد همه شو بدون استثناء همه آزاد شدن. حالا حساب کن نزدیک 700 نفر در یک روز در یک چشم هم زدن، همه آزاد برید لله. بله. این اولین برکت بر قبیله بود، بر قبیله بود. و حارث در این میان سامولا گرم، حالا پدرش، حالا قبل از این چه عکس العملی، قبل از این رئیس قبیله هست، حالا قبل از این بله اینها دست خالی نیومده بودن. بله. حیواناتشون، گوسفنداشون، شتراشون، اموالشون باشون بود دیگه، وقت اموال دارایی رو هم آورده بود، آورده بودن. اونا هم به خانه های مردم رفته بود، اینها هم آزاد شدن. بله. اینها هم به خودشون برگردانده شد. فلان شخص اسیر گرفته شده، 5 شتر داشته، 10 تا شتر داشته، 20 تا شتر داشته، 100 تا گوسفند داشته، همه بهش برگردوندن، اموالشون هم به خودشون، به خودشون برگردوندن. بله گفتن شایسته نیست شخص دست خالی از اینجا ولش کنیم برگرده به قبیلش. رسول مال زندگیش همین بوده، سرمایه زندگیش همین بوده، برش گردونید، همه رو برگردوندن. حتی گفته شده اگر آردی هم در کیسه بوده، یا گندمی هم در یا جوی هم در کیسه بوده، اونو هم بهش برگردوندن. بله تا این حد گفته شده. خب در روایت تاریخی پس این دومین برکت و خیری بود، اینقدر خوشحال شدن که سر از پا نمیشناختن. بله این نشون میده که اسلام هدایت میخواد، رشد میخواد، رشد فکری، نه اموال مردم. مال اموال مردم نیست. بله برعکس مسلمان ها، اسلام از مسلمانان میخواد که به دیگران صدقه بدن، انفاق بدن، کمک بکنن، دست دهنده داشته باشن. آره. نه دست گیرنده. بله اگر محتاجی هست. ولذا همه اینها خرسند برگشتن به قبیلهشون و حارث که اصلا از قضیه غیر منتظره براش پیشون اومده بود، خب هم مسلمان شد. بله و پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش را به عنوان رئیس قبیله دوباره و جانشین خودش در همون قبیله انتخاب کرد. بله. مشکلات تقریبا بین خودش را با مدینه کاملا حل شد. قبائل کوچیکی که تحت تأثیر بودن متأثر شدن، یکی یکی مسلمان شدن. یعنی به جای اینکه یه پایگاه به دشمن عنید و لدودی تبدیل بشه، تبدیل شد به یک دوست صمیم و حامی مسلمان، حامی مسلمان ها و حامی دعوت اسلامی. قبائل اطرافش، قبائل کوچکتر، خانواده های کوچکتر، عشایر کوچکتر را تحت شعاع خودش قرار داد و یکی یکی همه مسلمان شدن. آخه اون گونه که در سیرت هم اومده این قبیله بنی مصطلق انگار خیلی مسلمان ها را آسی کرده، یعنی جز قبائل میگن که راهزن بودن انگار، و تمام قافله هایی که از اونجا میگذشتن یا اگه سپاه مسلمین حرکت میکرد، اینها با توجه به اینکه با قریش انگار همپیمان بودن، درسته؟
دیگه در آرامش رو از مسلمان ها گرفته بودن. چند برنامه پشت سر هم به اصلاح مرئیسی وقت شهر دادم. بله. با توجه به رویکرد جنگ های قبلی دانستیم که حتی در جنگ احد، در بنی قریظه، در بنی نظیر، بله، و شبیخون هایی که به مدینه می زدند شب و نیمه شب، یا اون مثلا بیر معونه، بیر اینا همه دست داشتن. بله. دست داشتن ولی به طور خیلی مرموزانه خودشونا خیلی بارز نمی کردن. افراد چریک نمی فرستادن به عنوان رانما، به عنوان مرشد، به عنوان مثلا تک الاخری، ولی دوم به تله نمی دادن به قول معروف و خودشونو در جبهه اسلامی قرار نداده بودن. بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم که خیلی زیرکتر از اینا بود، گشتهای شناسایی رو همینجا میفرستاد و همه رو شناسایی میکرد، افراد رو ردیابی میکرد، اینا از کجا اومدن، چطوری به اینجا رسیدن، اینها رو همه با مشاورینش مطرح میکرد. ابو بکر جراح در کنارش بود که یکی از سپاهان بسیار ورزیده بود، علی بن ابی طالب بود، دیگران بودن که برای شمشیر میکشیدن. اینها فرماندهان جنگی بارزی بودن که هر لحظه میفهمیدن چه خبره در اون اطراف مدینه، چی داره میگذره، چه تداعیایی هست. اینجا بود که رسول الله علیه السلام در واقع با این کارش، با این ازدواج، توانست فتنه اسارت و بندگی بردگی رو کاملا خاموش بکنه تا اون حدی که اسلام اون چیزی که میخواد در جهت رفع اسارت و بندگی، بزرگترین گامش در این ازدواج برداشته شد. بله. یک مطلب دوم، اینکه همیشه دشمنان، خاورشناسان، قلم به دستانی که سعی میکنن تاریخ اسلام را مشکوک یا زشت جلوه بدند و همیشه به خونریزی و امثال اون متوسل میشن، یه تودهنی محکم بین هاست جریان بنی مصطلق. اگر اسلام در صدد خونریزی، اسارت مردم، ذلت خاری انسان ها بود، اونا رو آزاد نمی کرد. بله، تحت هیچ شرایطی. بهانه هم داشتن، شما دشمن ما بودید و دشمنان ما، دشمنان دیگر را بر علیه ما شورانیدید، در هر جنگی شما دست داشتید. بله. در غزوه بدر مشارکت داشتن به شیوه مختلفی، در احد مشارکت داشتن، در بنی نظیر مشارکت داشتن، ببینید در بنی قریظه به شیوه دست داشتن، در قتل عام دعوتگران مخلصی در بیر معونه چی کار داشتن؟ مشارکت داشتن. خب رسول الله اصلا نمیتونست بگذره، ولی چون راهی برای هدایت یافته شد، بهتر از این فرصت گیر نمی اومد که 700 نفر یک جا مسلمان بشن. بله. در یک روز، و این 700 نفر بشن در آینده به 7000 نفر، به دلیل اینکه هر کدوم از اینها اهل عشیره ای دارن، آشناهایی دارن، خویشاوندان دارن که ممکنه که به 10 نفر دیگه مؤثر باشه. بله. پس بنابراین میتونه یه طیف بزرگی از عشائر و قبائل اطراف مدینه تحت پوشش قرار بده و مدینه در اصل با این آسایش بتونه چیکار کنه؟ آسایش خودش رو تثبیت بکنه. این خیلی مهمه. برعکس اون چیزی که امروز متاسفانه سیاستمداران قلدر با جنگ افروزی دارن چیکار میکنن؟ ملت ها رو زبون میکنن. شما تصور کنید، من این مثال میزنم، جنگی که بین دو کشور مسلمان، بین ایران و عراق پیش میاد و هزاران نفر در اینجا کشته میشن، هزاران نفر اسیر میشن، بی خانمان میشن. بله. اون وقت بعد از این همه نتایج اونجا چی میشه؟ نتیجه اینه که دولت مردا بر علیه براندازه همدیگه برمیان، اونهایی که ضرر کردن ضرر کردن، دیگه هیچ چیز بهشون بر نمیگرده، تخم کینه در بین اینها کاشته شده تا ابد. ولی اون که الان راههایی باز شده برای تظاهر، عراقی ها دارن به ایران میارن، ایرانی ها دارن میارن به عراق، ولی اونهایی که کشته دادن در این 8 سال جنگ، آیا واقعا دلشون به همدیگه صافه؟ آیا در صدد انتقام، اگر یکی از اینها فردا به قدرت برسه، در صدد انتقام بر نمیاد؟
اینو نمیشه رد کرد. اینجا بود که اسلام واقعا، شما نگاه کنید وقتی که جویری را به خانه خودش میاره پیامبر صلی الله علیه و سلم، حارس را یک ازش یک دشمن یک حامی میسازد. همچنان که بعدها در چند سال بعدش وقتی با رمله ازدواج میکنه دختر ابو سفیان، از ابو سفیان یک حمایت کننده و حامی میسازد. بله. وقتی با دختر حویه ابن اخطب ازدواج میکنه، ریحانه، ببینید چی میشه؟ درست حویه خودش کشته شده، ولی حداقل اطرافیانش چی میشن؟ آروم میشن، دست از فتنه برمیدارن. این روش رسول الله علیه الصلاه و السلام در ازدواجش بوده تا حدی که بتونه چیکار کنه جلو این فتنه بگیره. و هدف اسلام در نهایت از این مبارزات که به نام غزوه یا جهاد نام برده شده، هدف سرکوب کردن ملت ها نیست. بله. چپاول و غارتگری نیست. ذلت و چپاولگری و خیانت و امثال اینا، توسعه دادن به اینا نیست. ترشید و هدایتشونه به راهی که خدا میخواد. بله. و به همین خاطرم از همون امیر، از همین بزرگ، از همون رئیس قبیله استفاده میشد در صورت هدایتش برای چی؟ برای استمرار مسیر زندگی خودشون. بله. و در واقع در طول تاریخ، حالا ما بگیم امت اسلامی هم، وقتی که ما نگاه میکنیم این اخلاق والای مسلمین در برخورد با ملت‌های دیگه، حالا حتی در میادین جهاد و غزوات ببینیم که در صدد انتقام‌جویی نبودن، یعنی نه که حالا بخوان انتقام بگیرن. چون ما ملت‌های دیگه، مثلا مغول‌ها رو می‌بینیم وقتی حمله می‌کنن چقدر غارتگری، کشتار به درخت، به حیوان، به هیچی رحم نمی‌کنن. yes. یا امثال هیتلر رو ما می‌بینیم، موسولینی رو می‌بینیم، این دیکتاتورها، یا بشار اسد رو امروز می‌بینیم و خیلی ها دیگه که هیچ گونه رحم و مروت و انسانیت و اصلا انگار ساخته شدن فقط برای کشتن و غارت کردن و ویران کردن بس. اما اونها چون اونگونه که شما فرمودید دارای رسالت بودن و میخواستن این رسالتشون رو برسونن. درست. هدفی نبود که کشورگشایی بشه، هدفی نبود که یه قومی، یه قبیله رو سرکوب بکنن و انتقام بگیرن و عقده خودشون رو خالی بکنن. بله. و متاسفانه اون چیزی که ما امروز میبینیم عقده خالی کردن فقط. درست. یعنی خیلی جنگهایی که امروز میشه توی تو کشورها متاسفانه چه بسا به اسم اسلام و اهل بیت و اینها هم باشه، دستاوردش چیه؟ جز ویرانی و خرابی و و به جان انداختن مردم و ویران کردن کشورها، هیچ دستاورد دیگری نداشته. استاد مولای گرامی اگه موافق باشید میان برنامه آماده هست، میریم با هم ببینیم. عزیزان بیننده میان برنامه را میبینیم و به اذن و اراده الله خدمتتون باز میگردیم. مادرم ای سنبول مهر و صفا، ای نسیم پاکی و علم و حیا، مادرم ای آیش ای قلب تو کنده از نیکی و لطف و نمایه و صفا، ای که قلب تو بود آکنده از نیکی و لطف و نوای مصطفی، مادرم پیایش جایت بهشت جاودان، در کنار همسرت آن سرور هر دو جهان. کسی با مادرم دشمن شده، مادرم بوزه ابلیس این پسر شده، مادرم کار ابلیسان شده تو من زدم، مادرم بر حریم مصطفی ای هموطن، مادرم ای نمک پاشیدگان بر زخم ما، مادرم در دو دنیا بر شما آید بلا، مادرم مادرم تاج سرم فکرت نمیره از برم، ای طلوع مهر من توی عزیز و مادرم، مادرم تاج
چه سرم فکرت نمیره از برم، ای طلوع مهر من توی عزیز و مادرم. مادرم غم مخور، غم مخور. عرض سلام دوباره داریم خدمت شما عزیزان بیننده. از این به بعد میتونید با شماره که زیر نویس میشه تماس بگیرید و مشارکت های گرم شما را به حول و قوه الهی داشته باشید. استاد مولای عزیز و گرامی، عرض خسته نباشید. و با توجه به این که ما در مورد ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ازدواج مبارک رسول الله با جویریه، ام المؤمنین جویریه رضی الله تعالی عنها، و خیر و برکت ها و پیامد های خوبی که این ازدواج برای امت اسلامی داشت، حالا با توجه به این که خیلی میبینیم خاورشناسا و مغرضان و دشمنان این دین به نحوی میان از همچین قضایای، حالا از ازدواج های رسول الله صلی الله علیه وسلم، با توجه به این که مقوله ای هست که کافر همه را به کیش خیش مندارد، اونهایی که خودشون غرق در شهوترانی و هوسبازی و از زن به عنوان یک کالایی برای تلذذ جنسی خودشون استفاده میکنن متاسفانه و هیچ حرمتی زن، حالا بگیم در جوامع خودشون نداره، اون بگیم بیماریی که خودشون به اون مبتلان میخوان به سرور بشریت صلی الله علیه وسلم به نوعی به رسول الله صلی الله علیه وسلم حمله بکنن و اینجوری به ساحت مقدس شخصیتیشون، حالا به نوعی بگیم اون سمپاشی بکنن و بد جلوه بدن شخصیت ایشونو. بله. اگه بخوایم به حکمت ازدواج های رسول الله صلی الله علیه و سلم، با توجه به اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم 9 تا همسر داشتن، حالا اگه اشتباه نکنم، چه حکمتی از ورای این بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعدد همسر داشتن و اهداف و مقاصدی که در پشت این بوده، اگه در این مورد صحبت بفرمایید. حضرت جویریه بنت حارث رضی الله تعالی عنها هفتمین همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم در ترتیب زمانی. بله. شخصیتی مبارک بود برای خانوادش و لذا گفته شده در تاریخ هم بعد خلفای بنی عباس از نوادگان این همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم ازدواج کردن. نیاکن قرآن کریم خیلی راحت، زیبا و جالب از این ماجراها پرده برداشته. ازدواج رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک قانون استثنایی داره. بله. در اسلام برای مردان مسلمان قانون تعدد تا 4 تا اجازه داده شده. بله. قرآن در سوره مبارکه النساء می‌فرماید که جایز است برای شما، اجازه هست برای مردان که با 4 نفر ازدواج کنند. بله. نص خود آیه کریمه در سوره مبارکه نساء که آیه دوم سوره نساء هست، این ترتیبه. بله. می فرماید که و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. این آیه 3 سوره مبارکه نساء نص صریح و محکم قرآنی به اتفاق فقهای امت اسلامی برای تعدد هست، تعدد برای مردان مسلمان به شرط توفر و رعایت و ضوابط تعدد. بله. میدونید هر شخصی به قصد این که دلش میخواد نمیتونه تعدد کنه، باید شرایط خودش رو در نظر بگیره، سری مسئولیت ها و ضوابط. بخاطر قرآن فرمود فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فواحده، اکتفا به یکی بکن. عدالت شرط اساسی هست، توانایی و قدرت هم بر معاشرت جنسی هم بر هزینه های زندگی. بله. انفاق شرط اساسی هست و شخصی که نتواند از این عاده اینها بر بیاد نباید مبادرت کنه به چی؟ به تعدد. بله. والا هم خودش رو هلاک میکنه هم دیگران را به هلاکت میندازه. بله. باعث فتنه میشه در جامعه و اسلام به این قوانین به طور دقیق اشاره کرده. شرایط طلاق، شرایط جدایی، شرایط معاشرت، مباشرت و امثال اینها را به طور تفصیل در سوره بقره و همچنین سوره نساء و سوره طلاق
اصل سوره به طور مفصل بیان شده. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم که بحث ما الان بحث تعدد نیست، بحث ازدواجه های رسول الله علیه و سلم و حکمت ما برای آن هست. چیزی که دشمنان امروز سعی میکنن به شیوه های مختلف در باره اون فتنه و شبهات شبه براکنی کنن، شبه منتشر کنن، تا اینکه جوانان مسلمان که خام هستند از این جانب افکاری ندارند، مطالعه نکردند، به زوایای نهفته اون اطلاعی ندارند، وارد شبهه‌ای بشن و متاسفانه از سیرت گوهربار رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشکوک بشن، یا اینکه به ناخودآگاه به ساحت مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم اهانت کنند. در حالی که اگر کمی به قرآن مراجعه کرده باشند میفهمند که قانون های ازدواج در اسلام برای شخص مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم کاملا قانون استثناست، متفاوته. یک، در سوره احزاب، سوره احزاب الله سبحانه و تعالی میفرماید النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. این آیه ازواجه و امهاتهم برداشت ازش میشه. نبی پیامبر صلی الله علیه و سلم از برای مؤمنین از خودشان اولاتر است، از خودشان اولاتره و ازواج اونها همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم چی هستند؟ مادران مؤمنین، مادران مؤمنین هستند، چون اشاره به مؤمنین داره. النبی اولا بالمؤمنین و اونجا هم فرمود ازواجه و امهاتهم. اهل ایمان به همسران گوهربار رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان مادر نگاه میکنن، به هم خاطر مشهور بوده از عهد رسول الله علیه و سلم به نص این آیه ام المؤمنین میگفتن. بله، ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین خدیجه، ام المؤمنین سوده، ام المؤمنین زینب، ام المؤمنین جویریه و الاخری پیشوند ام المؤمنین داشتن، اصلا بهش میدادن و نگاه مادرانه بهش میکردن و حرمت مادرانه داشته. به همین خاطر بعد از مرگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم وفات ایشان و رحلتشان کسی حق ازدواج با همسران پیامبر نداشته. بله. همسران پیامبر بودند در دنیا و همسران پیامبر هستند در آخرت، در آخرت. بله. بیقین، بیقین همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم به نص صریح قرآن و نص روایات رسول خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر قرآن می فرماید که و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. اگر این را قبول داشته باشیم که ما اهل ایمان به حول قوه الهی و همچنین اهل ملت اسلام پیامبر را در اوج کمال و پاکی انسانها میدانیم، به یقین میدانیم که همسرانش نیز از بهترین و پاکترین انسانها بودند. بله. کسانی که کمترین شبهه‌ای در این زمینه وارد کنند خودشان یا به آیات قرآنی چی هستند؟ منکر هستن. منکر هستن و یا اینکه خدای ناکرده نفاق و زیغ و ضلالت و گمراهی در قلبشون هست که نمیخوان بگن ظاهرا. بله. نمیخوان بگن. بله. آقا عدنان گرامی بفرمایید. آقا عدنان، آقا عدنان عزیزم. الو. بفرمایید آقا عدنان. سلام علیکم و رحمت الله. زنده باشید. تشکر. یه سوال داشتم. بله آقا عدنان، سوالتون رو بفرمایید. سوال من این هست که مگه همین قرآنی که شما میگید یه جایش نگفته که پیامبر از خود شما افراد، از خود شما افراد هست؟ بله بله. چرا اگر مثل ما افراد هست یه جایی خدا در مورد این تبعیض قائل شده؟ این یعنی واقعا تبعیض خدا رو نمیرسونه؟ تبعیض یعنی چی آقا عدنان؟ یعنی چی؟ منظورتون از تبعیض چیه؟ همین که میگید اصلا برا پیامبر خودش یه جورای احکام جدا داره، مثلا در مورد زن گرفتن و این چیزا. این چه تبعیضیه؟ یعنی خدا از همون اول ما که اختیار نداشتیم بشیم پیامبر یا یکی چیز دیگه اینجوری که شما میگید، پس چجوری شده که الان اون شده پیامبر درست بشه؟ حالا یکی دیگه میگه شد من دلم میخواست، یا آقا این یه چیزی بوده که حالا بین هر کسی خدا و بنده بوده. شما خودتون عدنان، آقا عدنان سمالای پاسختون رو میده. خودتون چه کاره از شغلتون چیه آقا عدنان؟ کار شغلشون بله.
حالا شما شغلتون آزاده، یکی هم دکتره، یکی هم مهندسه، یکی جامعه اکشار مختلف داره، به نظر شما این تبعیضه؟ چرا خداوند همه را مهندس، چرا خداوند همه را مهندس و دکتر نیافریده؟ به همه این توفیق رو نداده که برن مهندس بشن یا همه دکتر بشن؟ ببینید این اختیار هر کسی خودش بوده که چی بشه، ولی اونجا اختیار نداشت که ما که من پیامبر بشم اون یکی بشه یه بنده یا این بشه کسی، اونجا ما اختیاری از خودمون نداشت. حالا پیامبران و خداوند انتخاب کرده. انشالله استاد مولایی پاسخ شما رو خواهند داد. آباد نه تشکر هستم استاد مولایی. بله استاد مولایی، در مورد جواب برادر من عدنان، نکنید عدنان، الله سبحانه و تعالی بندگانشو خلق کرده، بندگان انسانها در باب انسانیت از خوردن و نوشیدن و نیازهای مادی بشری با سایر پیامبران یکی هستن. این جانبی که قرآن تأکید میکنه، میگه ما بشری را از جنس خود انتخاب کردیم. اما در نزول وحی، ارتباط با عالم غیب، ارتباط با وحی، اونجا اختصاص هست، استفا هست. الله سبحانه و تعالی یه نفر را از میان خوبان انتخاب کرده که پیامبرش کرده، مسئولیت های سنگینی هم برگردنش گذاشته که بتواند تمام نفسیت خیشتن را زیر پا بذاره برای رساندن پیام، پیام الهی. به من خاطر میشه پیغام، پیغام آور یا پیام آور. بله. حظ نفس یا خیش خواسته های خیش رو زیر پا گذاشته. اما برای ایجاد روابط، حالا ما در این بحث بیشتر بحث خواهیم کرد که چرا رسول الله علیه السلام اجازه داشت که این ازدواج ها را انجام بدهد، یکی از این موارد نص سری قرآنی است. یعنی ما باید وقتی که این قرآن به صراحت در این باره می فرماید علاوه بر این که همسران پیامبر مادرانش رو مؤمنین هستند، به پیامبرم میگه لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. فهمیدید؟ لا يحل لك، به خود پیامبرم اینو خطاب میکنه که ای پیامبر، بعد از این اجازه‌ای که بدادیم دیگه بعد از این برات اجازه نیست. یعنی عدد خاصی بوده، پیامبر مأموریت داشته برای رساندن این پیغام، برای رساندن این دعوت، برای رساندن این دین و شریعت به راه‌های متوسل بشه که معقول و منطقی است و جامعه بشری اون را میپسندیدن. خانه‌ها، نمیدونم رؤسا، امرا، حکام روابط دیپلماسی متعدد داشتن در تاریخشون، یکی از روابط ازدواج بوده. پیامبران از این روابط استفاده کردند به امر خداوند عزوجل، همه پیامبران. بله. و در حقیقت حالا ایشون گفتن که چرا بعضیا پیامبر میشن و اینو نوعی تعویض دونستن. بله. خداوند متعال میفرمایند ان الله اصطفى آدم و نوح. بله. خداوند یعنی خاص پیامبر هم نیست، خاص پیامبر اسلام نیست. بله. بالاخره الله در آیه بعدش اینو میخواستم تاکید کنم. آیه رضایی پشت خط هم هستم. بفرمایید آیه رضایی. اجازه بدید. آیه رضایی بفرمایید. سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی. و علیکم السلام و رحمت الله آقای رضایی. و سلام علیکم جناب آقای مولایی. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بله آقای رضایی بفرمایید. زنده باشید ان شاء الله. زنده باشید. حضرت مولایی بزرگوار، من زیاد شنیدم در شبکه‌های شما چه از نور، چه از بسال، چه کلمه، چه توحید، که این آیه ای را که پروردگار عالم جل شأنه می‌فرماد طیبین مال طیبینند و خبیثات مال خبیثات، این را میان در قصه ازدواج مطرح می‌کنند که زنان پاک مال مردای پاکند و برعکس. در صورتی که ما می‌بینیم حضرت نوح علی نبی ناب آلی و علیه السلام از این خصوصیت برخوردار نبوده است، یا حضرت ایوب علیه السلام از این خصوصیت برخوردار نبوده است. پس این یه قاعده کلی نیست، همه الان در بین ما متداول انسان‌هایی هستند بسیار شریف، متدین، مؤمن، خانم‌هایی گلشون می‌افتن که واقعا بعضی وقتا فقط مصلحت خانوادگی که طلاق نمی‌دهد، یا برعکس خانم مؤمنه بسیار شریفه، محجبه،
متدینه، حتی اهل تهجد و زدار شوهر شوهری انسانی از افتار گسیخته و و بعد وقتم دیدم شبکه‌های خودمون زنگ میزنن خانم‌ها از شوهرشون شکایت میکنن، واقعا شوهرم میره میگساری میکنه خب. چه دوست دختر داره. حالا بریم سر لب مطلب. این کلی نیست، این یک نه. نه نه این با شما، این با شما موافق نیستم آقای رضایی. این یه قاعده کلی است و هر قاعده کلی شما بهتر از من میدونید هر قاعده ای استثناء داره، درسته؟ خب یعنی شما میفرمایید یه آیه در ترتیب در قصه زنهای خوب مال مردای خوب است، یعنی برای آیه اومده اینا میخواد فقط بگه نه نمیگیم فقط مردان، میگیم یکی از برداشت هایی که متناسق با این آیات هست بله انسان ها هستند. آیه رضایی گرامی، آیه رضایی، اونی که خدا هم میگه اطیبون، شما مثال همسر نوح زدید، منظورتون از این که همسر نوح حالا این جز طیبین نیست یا طیبات نیست منظورتون چیه؟ یعنی شما میخواید همون نظریه روافض یا بگیم غلات شیعه که میان اهانت به ام المؤمنین عایشه رو میکنن اینو میخواید به این نحو به اثبات برسونید؟ اون در مورد حضرت نو آیه رضایی شما حتی از بگیم خود شرکه. قرآن هم اون بحث شرک، اون تفاوت عقیدتیه، نه اینکه خدای نکرده کسی هیچگاه همسران پیامبران علی عزب الله اهل فاحشه نبودن که شما میخواید اینو رب بدید به این، یعنی این برداشتی بسیار مغرضانه و بیماردلانه و غیر منطقی. آقای رضایی خب حالا لب مطلبتون در کجا میخواد بگید؟ آقای رضایی به چی میخواد برسید؟ آقای رضایی بله، اگر هر کسی کوچکترین تخیله نسبت به فحشا به زنان پیامبر پیامبران سلف و چه علی عزب الله پیامبر خودمون بده نسبت کفره و این بارک الله خدای عالم جل شأنه اصلا به پاس احترام انبیا نوامیس انبیا را حفظ میکنه که به فحشا آلوده نشن آفاره. و مسئولیت دارن از جانب رب العالمین جل شأنه. بله. اما بله. این قاعده را باید بپذیریم که چون زن پیغمبر حسن این قاعده به دردشون نمیخورد، دخیل در اعمال و چیزای افعال خودشون هستن. آیا این درسته یا درستی جناب مولانا؟ آیه رضایی همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم که ما نمیتونیم در مورد اونها بحثای دیگه مونده، بی بی جان مومنین عایشه رضی الله تعالی عنها که در مورد ایشون سوره نور نازل شده و پیامبر اسلام که آخرین پیامبر الهیه، ما در مورد همسران ایشان هیچ یعنی ایراد و شبهه‌ای مگر اینکه بیمار دل باشن اشخاص، مگر اینکه بخوان به این وسیله خود رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشون ضربه وارد بکنند. زمانی که شما به خانواده رسول الله بخواید یعنی با بگیم با بدبینی به خانواده رسول الله نگاه بکنی، این بزرگترین اهانت به رسول الله و هیچ مؤمن مسلمانی آقای رضایی رو نمیگیم. ما نمیگیم آقای رضایی جز ایناست، من منظورم این نیست استاد مولایی، اما ایشون میگم که ایشون الحمدلله خیلی خوب در این زمینه اظهار نظر کردن. این اما این گونه مطرح کردن بحث آخه این شبهه رو به وجود میاره. آیه رضایی شما وقتی این گونه مطرح میکنید در ذهن بیننده یا در ذهن افرادی که میشنون این مبادرت میکنه که شما میخواهید علی عزب بالله به نوعی به رسول الله به همسران رسول الله اهانت کنید. آقای رضایی عزیز من یه پیشنهاد میخوام بهتون بدم، شما بحث امهات المؤمنین را از خلال سوره احزاب بخونید به تفصیل تا یکم بیشتر. من قبل از اینکه بنام سراغ سوره احزاب میرم سراغ سوره تحریم. نه مشکل نداره، مشکل نداره، نیا کنید همیشه سعی کنید. حالا بس من هنوز ادامه داره، وقتمون بسیار کمه چون وقت ما زیق وقت ما داریم، ما انشالله یک ویژه برنامه میذاریم در مورد اون موضوعی که شما میخواید. بیننده بعدی اتاق فرمان آیه موحد از ایران، آیه موحد گرامی بفرمایید. خانم موحد خواهر گرامی بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام بفرمایید. بله شما راجع به ازدواج صحبت کردید، من می‌خواستم بگم در ایران از قدیم هم بوده، از قبل از خیلی وقتی که اصلا کلا از همه موقع همه جا هست که کسانی بودن که نتونستن شرایطشون نداشتن ازدواج کنن، متاسفانه روی حرام و گناه آلود کشی داشتن و حتی بوده کسی هم که تحصیلات عالی هم داشته، ما متاسفانه همجنس باز بوده و رفتی جزت من این سری هم بزنم بعد از طرف دوستان همجنس بازش مورد آزار قرار گرفته اومده کشته شده
البته خب بعضی هم میگن که اساس دوستر نوریزاد کشش آقا فرخ داده. من میخواستم بدونم اسم کسی را لطفا نگیرید خانم ماهد. اینجا از نگم کلی اگه سوالی دارید مطرح دارید کلی مطرح بفرمایید. باشه باشه. من میخواستم اگه امکانش هست در این رابطه هست بکنید. اگه برسد کسی خب گناهکارم باشه. این گناه خب گناه خب بزرگی هم هست. کلی بله سوالتون فهمیده شد خانم. تشکر. خب اجازه بدید من بس تکمیل کنم. بله بفرمید. نیا کنید. خود سوره احزاب من به آقای رضایی معذرت میخوام چون وقتمون بسیار کمه به همین خاطر ازشون معذرت خواستم. انشاءالله در هفته آینده باز بحث رو تکمیل خواهیم با هم دیگه. موضوع اینجاست که ما برای شناخت امهات المؤمنین بیشتر سراغ آیاتی بریم که صراحتا از اونها حرف زده شده. شما میرید سر آیه تحریم، آیه تحریم بیشتر از هر چیزی که به خود همسران پیامبر برمیگردد به خود پیامبر برمیگرده، چون پیامبر یه اشتباه کوچیکی در اونجا مرتکب شد، برای اینکه یک شربت عسل بنوشه بیشتر پیش همسرش موند، پیش زینب بنت جحش. خب اونجا بیشتر موند. طبق رسم همیشگیش بعد نماز عصر تا نماز مغرب اگر دو ساعت حساب بکنیم این دو ساعت رو به 7-8 خونه سر میزد، بعد میومد نماز مغرب. اون روز در منزل زینب بنت جحش به خاطر درست کردن یک لیوان شربت عسل بیشتر موند. زنان دیگه اومدن ایراد بگیرن، از یه دری وارد شدن که یه کمی به پیامبر بر بخوره. خب پیامبرم برای دفاعی از خودش گفت من بعد از این دیگه شربت عسل نمیخورم. خداوند اونو معاتبه کرد، یا ای نبی لما تحرم ما حل الله لك، چرا میخوای بر خودت به خاطر رضایت خب زنان که دیگه به هم دیگه وقتی طبیعیه که به هم دیگه حرص و جوش بخورن. خب یک دقیقه براشون یه دقیقه است، ولی بس اینجاست. شما اون آیه را دارید یا اون سوره را دارید بررسی قرار میدید که بحث عتاب بر خود پیامبر هست بیشتر از اون چیزی که بحث عتاب بر چی باشه؟ بر همسران رسول بر همسران پیامبر باشه. بله. پس بنابراین من میگم که بحث شناخت امهات المؤمنین را این عینه که تعصب رو بذاریم کنار، تقلیدوار از کسانی که به ما با یک غرض با یک بله. دیدگاه منفوری اومدن وارد جریان شدن بذاریم کنار. ببینیم صراحتا سوره احزاب یا ایها النبی یعنی مثلا میفرماید خیلی جالب، مثلا اینجا میفرماید در آیات لا یحل لک النساء، دوباره میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین الیه. ادب رفتن در مجلس پیامبر و سر سفرش نشستن مطرح میکنه. در آخر این آیات میفرماید و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. خیلی شفاف واضح و روشن احکام رو بیان میکند برای مؤمنین جین اول که صحابه پیامبر بودن، اما بهشون اجازه نمیده از این حدی تجاوز کنن. وقتی رفته خونه پیامبر مواظب باشید در بزنید، وقتی نشستید غذا سرتون پایین بندازید، سلام که کردید غذاتون رو مرتب بخورید، غذاتون خوردید منصرف بشید، مزاحم پیامبر نشید. اگر خواستید از همسران پیامبر سوالاتی در باره معاشرت و مباشرت و رفتار پیامبر در داخل خونه بپرسید، از پشت پرده بپرسید، از پشت حجاب بپرسید، تا اینکه لقای صورت نگیره، تا اینکه سوی زنی به وجود نیاد، تا اینکه شبهه به وجود نیاد الی آخری. بعد از اون میفرماید که شما حق ندارید ولا تنتن که هو ازواجه من بعده ابدا، یعنی با تاکید شما حق ندارید بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم با همسران پیامبر. پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمانی وفات کرد که 9 همسر در اسمتش بود. بله. و اینها عبارت بودند، من میشمارم اینها، فقط خدیجه و زینب فکر کنم بنت خزیمه الحلالیه، این دو نفر بودن که ام المساکین در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردن. از 11 تا این دو نفر وفات کردن. 9 نفر دیگه سوده بنت زمعه بود، سومونشون عایشه بنت صدیقه بود، حفصه بنت عمر بود. بله. و همچنین ام سلمه هند بنت ابی امیه المخزومی، جویریه بنت الحارث، زینب بنت جحش، ریحانه بنت زید بن عمرو، بزرگان ام حبیبه
صفیه بنت حیین اخطاب، اینا به ترتیب دارم میگم، میمونه بنت حارث الهی که وفات کرد در عهد رسول، خود رسول. ببین از اینها سیرت این بزرگواران را بررسی کردن احتیاج به یک ویژه برنامه خاص خودش را داره. درست. من نمیخوام اینجا مطرح کنم، ولی بحث اینجاست که وقتی در نظر میگیریم اکثر این ازدواج ها یا انسان هایی بودن مطلقه یا شوهر مرده و سنی بالای 35 بالا داشتن. بله. نشون میدهد که رسول الله علیه السلام تنها و تنها علتی که برای به اصطلاح ازدواج با اینها سبب میشده اون چی بوده؟ ایجاد روابط اجتماعی قوی. بله قوی، برای نشر دین خدا. نشر دین خدا. بله. و ساکت کردن دشمنان. شما نکنید از بنی مخزوم میگیرد، از قریشیان میگیرد، بله، از بنی مصطلق میگیرد، از یهودیان میگیرد، تا اینکه چیکار کنه دشمنان دیگه کی؟ چون عرب این رسم داشته که حق مصاهره را حق مصاهره و حق بله. وصلت رو چیکار میکرده؟ ازش حمایت میکرده، حمایت میکرده و حداقل ساکت میشد، حداقل ساکت می شده. و این به هر حال یک روشی بوده که پیامبر صلی الله علیه و آله به کار برد، علاوه بر این که آموزش دین، نشر و انتشار احکام اسلامی در میان قبایل از طریق اونها بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله. اینا بیوی زن هایی بودن که رسول الله صلی الله علیه و آله میخواست اونها را کفالت و سرپرستی هم بکنه. این در کنارش اینه که این شبهه هرگز مطرح نیست در باره رسول خدا صلی الله علیه و آله و وقتی که به سیرت و سنت مراجعه میکنیم کاملا میفهمیم که بیشترین روایت ها را از طریق خود امهات المؤمنین از داخل خانه پیامبر به جامعه منتقل شده. تشکر من مسلم الله گرم، الله حفظتون کنه. عزیزان بیننده، همه شما را به الله متعال میسپاریم. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید و سربلند دنیا و آخرت باشید. تشکر. سلام علیکم. Thank you.